رفقا چطورین رسیدیم به فینال مسابقات چمپیونزشیپ سال 2024 بین دو پیرمرد پرهاشیه دنیای اسنوکر سالیوان و مارک ویلیامز قبل از اینکه بریم بازی رو ببینیم بر خلاف تمام بازی ها یه کاری میخوایم انجام بریم دو تا ویدیو دیگه رسیده دستم از دو تا زاویه دیگه در رابطه با بحثی که آخر ویدیوی قبل کردیم بریم با هم دیگه ببینیم این دو تا ویدیو رو و خیلی گفته بودین آقا ما صدای اون ضربه رو نشنیدیم روی نقد و بررسی بود اینجا قشنگ بشنوید بریم با هم دیگه تماشا <ذا> <ذا> من خیلی از این بابت خوشحالم که یه همچین خطایی ضربه سالیوانو دارم به شما میگم اتفاق افتاده من به شدت سر این داستان مشکل داشتم با خیلی ها که آقا این ضربات خطا هستش یعنی اصلا اینو به ما یاد داده بودن از بچه این هم مثل اصلاحات غلط این بود که نمیخوام رو ویدیو صحبت کنم میخوام اینجا صحبتشو رو بکنم جمعش بکنم و بریم سراغ ویدیو که کامل در رابطه با بازی صحبت بکنیم آقا اگر که دنبال هم دیگه نره اوکیه اگر که دنبالش بره توی راستا خطاه اگر تحچوبه تو بیاری بالا بزنی اوکیه اصلا هیچ کدوم از اینا فاکتور نیست تشخیص داور صدای توپا حرکت توپا خیلی این ضربه واضح بود خدا رو سر زمان مرتبه شو این با سالیوان اتفاق افتاد و داریم در, در, رابطه با سالیوان صحبت میکنیم که چقدر هم حالا خیلی هم مخالف بودن که در رابطه با این مخالفت هم باتون با صحبت میکنم و اینکه خیلی خوب شد اگه مثلا این بازی کنه اگر ایرانی بود اگر ما این نظر رو میدادیم که یا خدا خدا دو جنگ جهانی تقریبا شد توی کامنت ها ولی در صورت این رو به شما بگم که این ضربه صد درصد خطاست حالا این نکته هستش خیلی از شما محبت دارین و کامنت گذاشته بودین که نه اشتباه داری میکنی فلان بیسان اله ببین من به عنوان برنامه ساز کسی که این کامنت رو برای من میذاره باید بهش احترام بذارم مخاطب من هستش ولی یه ولی داره ببین من وقتی که اینجا یه صحبتی میکنم آبرو اعتبارم میاد وسط یعنی اگر اشتباه بکنم چی میگم 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 پیرن عثمان میشه نه چه توی مایه ها اگر که مربی هستی اگر که داور هستی و با نظر من مخالفی من میگم این ضربه صد خطا پای حرفم هستم اگر یک درصد میگفتم مربی یا داور هستی و میگی که من دارم اشتباه میکنم میتونی اینستاگرام پیام بدی به من اگر میشناسمت که هیچی بسم الله بیا من فیلم برداریشو انجام میدم اگر نمیشناسم قاعدتا یه رزومه ای بفرستین که من متوجه بشم با یه شخص حرفه ای و پخت طرفم و اینم به شما بگم جرأت این رو هم باید داشته باشین و پی اینم به تنتون باید بمالین که بیاین جلوی دوربین مخالفتتون رو با فکتی که دارین اعلام بکنین چون اون موقع است که من میدونید که هم ویدیو رو میذارم هم از خجالتتون در میام ولی میگم برای یه رزومه قوی داشته باشی اگر میخوای با نظر من اینکه نظری که دادم مخالفت بکنی این برنامه من در اختیار شما هستش ولی اگر این مخاطب هستی نظرت با من مخالفه من کوچیک شما هستم نظر شما کاملا برای من محترم و عزیزه بیمعطلی برای اولین بار بود اولش انقدر صحبت کردیم چون خیلی داستان بود خیلی بحث بود روی این ضربه و گفتم که اینجا حلش بکنیم و بی معطلی بریم به سراغ فینال این دور از مسابقات بریم یکم کیف کنیم <متحدث> <تصفيق> <تصفيق> بله بریم بالاخره به بازی فینال از خواهی میکنم رفقا این همه صحبت <applause> کردیم خیلی واجب بود و بریم سراغ اوه اوه او, او چه بازی آمارای این بازی رو من توی استوریم گذاشتم یه بار دیگه براتون از رو میخونم خالی از لطف نیست رونیو ویلیامز امروز بعد از 24 سال از دسامبر 2000 در, در یک فینال تورنمنت رنکینگ به مسافه هم میرن آه آخرین تقابل دو بازیکن در فینال یک تورنمنت رنکی مربوط میشه به مسابقات آزاد چین که رونی قهرمان شد شسومین چا... تجربه راکت در فینال مسابقات رنکینگی در مقابل چلو یکمین حضور ماشین پات ولزی او به میگن میگم ماشین پات ولزی من اینو یه بار فکر کنم شنیده بودم الان بار دوم سوم دارم به گوشم میخوره و رونی به دنبال چلو دومین جام قهرمانی و و ویلیامز برای مسابقه 26 26 امین جام رنکینگی و همین رنکینگی خوب قبولم همین دیگه نکته دیگه ای دو بازیکنم تا الان 5 بار در هم رفتن که 34 برد رونی و 13 برد ویلیامز داشته و سه بازی هم در مسابقات لیگ مساوی بوده جالبه میگه از این پنجه تقابل پنج بارش در محله فینال بوده که رونی 4 یک جلوه اوکی این دو تا بازیکنی که دارم با همدیگه بازی میکنم بازی پخته پخته دو تا بازیکنه دیگه آخر این قصه خوردم به پوتس همدیگه یه ادیت خوب داریم امیدوارم که سشن دومشم چون همین الان بازی تموم شده من دارم ویدیو رو براتون اوکی میکنم سشن دومشم هم امیدوارم همینطوری با کیفیت ادیت بشه و با هم دیگه کیف با کنیم نو بازی چه جالب که بازی فینال هم حتی 19 فریم بیشترش نکردن 29 امتیاز سالیوان امتیاز کسب کرده خیلی ممنونم من یه آگهی گذاشتم برای ادیتور برای امسال اضافه بشم به جمعمون اوف چقدر پیام داره ولی خب ما گلچین بعد بکنیم دیگه حالا اینجا دیگه جایش نیست دیگه افراد دیگه مستعد کارن جواب گوهن سر خیلی فاکتور دیگه داره فقط ادیت کات کردن ویدیو نیستش باید فیلتر رد بشه تو بفتاره دست ویلیامز باز هم من این سوال نمیتونم بپرسم که طرفدار کدوم هستین چون قطعا جواب مشخصه آرازی سوتی هم تو بازی کایرن ویلسون و گری ویلسون همین الان دانشتا میگم گری ویلسون و سالیوان دادم من هی hey, اسم کایرن تو ذهن منه هی hey, به این بنده خدا میگفتم به به گری میگفتم کایرن بعد ود... کلی کامنت سر این داستان که آقا اشتباه میگید. واقعا از قصد نید. من دارم نقد و بررسی میکنم گزارش میکنم بازی و خیلی چیزا رو سبک سنگین میکنم یه سری رو بزنم نزنم چی بگم چی نگم الان سکوت بکنم این آنالیزش تو زنی کوچولو به هم میرزه اگر یه همچین سوتی میدم بدون از قص نیستش بریم به سراغ ادامه قصه ویلیامز چقر بد بدن که خیلی بازی قبل خوب بازی کرد آها راستی اینو به شما بگم ما حالا بازیشو نذاشتیم با چیز با مارک آلن رو نذاشتیم تنها کلمه ای که میدونم بگم که میشه استفاده کرد آلنو رو پاره کرد نبرد بازی نیمه نهایی در این حد بود که فکر کنم چند چند بودن نو هیچ بودن یه توی مایه ها بود که آلن یه فریم میگیره کل سالن تشویقش میکنه و یه... کلمه هم یه جمله هم میگه که میگه کسی نمیتونه منو به هیچ ببره ببین چقدر یا طرف و ترکونده و اینجا هم بینیم که مثل بنز داره میزنه ویلیامز آها این انگوشت وسط ویلیامز رو ببینید 66 تا زد 30 تا باشه 37 تا سالیوان نیاز به اسنوکر داره سالیوان نیاز به اسنوکر داره اون اسنوکر میکنه آ انگشت وسط ویلیامز رو ببینید میزنه خیلی از باز... من اینو یه بار تو پست درست کردم که داستانش چیه نگاه کنی میبینی موقعی که شما دستتون رو سفت میکنید شروع میکنه لرزیدن هم تو دستتون کنید اوکی موقعی که بازیکن دستشو، پل دستش رو کامل سفت کرده برای اینکه دستش نلرزه یه جورای اون لرزش رو با این انگشت رد میکنه بره گرفتی چی شد کل دلیلش, این دلیلش اینه یا خیلی از بازیکن‌ها که اصلا علمش هم نداره یا این, این کار انجام میده زمیر ناخداگاهش این کار میکنه ولی بدون که پشت قصه چی هستش فریم اول سالیوان واگذار میکنه به ویلیامز سیار این کلمه که همیشه به کار میبرم میگم که دوتا تو تو بازیکن به هم دیگه میچربن یا نه این چربیدن واقعی میخوای بدونی اینه فکر کنم سالیوان البته او اونم بهت بگم و آلن هم داشت میومد بالا آلن هم چغره خب ولی میپکونتش سالیوان آلن رو. ولی این بازیکن چغره این بد بدن واقعی همینه جا. نه. نه 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 نشد که بشه جا رو ببین چشمی سایدم قاطی این ضربه میکنه فکر کنم به چسبناتش به یا که نه به احساس بگم خب پاد کنه ریسک میکنه ریسک میکنه و ببینیم که این ریسک براش گرون تموم میشه یا که نه دکی اینجا رو سالیوانو سوتی های عجیب سوتی های بد نکته از توی ضربات سالیوان ببینید دست پشتش کجه ببین توی بحث نچرال ضربه زدن هیچ کدوم اینا دیگه فاکتور نیست سال 2024 ولی نمیشه غیر از استاندارد آموزش داد من به شدت مخالف مربی هایی هستم که اون چیزی که بلدن و همون چیزی که خودشون فکر میکنن درسته رو به یک نوع, به یک نوع آموز آموزش میدن این خیلی بده مثلا مثل سالیوان بره به تمام شاگرداش یاد بده گیری پوینتوری بگیر دستت تا این شکلی بگیر غلطیش تا این حد غلطه تا بازیکن کن دارم با هم دیگه سیف میکنن من نظرم چیه در رابطه با آموزش مثل همین دست سالیوان رو ببین آرنجش کامل کجه خب من نظرم اینه استاندارد رو آموزش بده همکاری که خودم انجام میدم حالا یه سری لما این وسط هستش اونا هم آموزش بده ولی اصل بر استاندارد ضربه زدن باشه ویلیامز خالی میره Yeah, میگن the edge uh, اخت... اختلافی ندارم با هم دیگه فقط خوله آمیانه تکا رو حروم کردن یه چند تا دونه آه امروز داشتم قدم میذارم راستی یه ای نکته ای اومد تو ذهنم سوال باید. ده ثانیه هم بهتون تایم میدم بنویسین بهترین خفن ترین تایم سالیوان کی بوده چه سنی بوده چه سالی بوده تو میگه آقا سال 2000 خفن ترین سالیوانی که میتونستی ببینی مثلا این بوده مثلا چه میدونم با چه خالی میره ویلیام سال 2005 بوده 2010 بوده ده ثانیه به تایم میدم سالو برا من بنویسین خاره نوشتی سالشو خب بنویسی بعد ببینی به نظرت با من یکی هست یا نه چون من بهش فکر کردم به این نتیجه رسیدم yeah, no سوال push. همه سا بهترین تایم سالیوان کی بوده اوج سالیوان به این کلمه اوج سالیوان کی بوده اینجا انقدر سیفش میکنه بالاخره ازش توپ بگیره سالیوان Nine. خب حالا جوابش رو بدم ببینی که کی بوده بهترین تایم سالیوان تو اوج بودن ترین حالت سالیوان همینی که دارید میبینید یعنی چی؟ این که عزیزم سال 2000 2005 2010 2018 مثال دارم برات میزنم آیا سالیوان هفت بار قهرمان جهان شده بود آیا هشت تا مسترز داشته آیا هشت تا یوکی داشته آیا بالاترین تعداد بریک 147 داشته بالاترین بریک سنتری رو داشته نه پس الان سالیوان اوج سالیوانه پخته ترین حالت سالیوان اینه که شما داری میبینی این جواب منه برای کسی 29. که میگه اوج سالیوان کی بوده حالا ببین نظر به من مخالفه موافقه جالب بود خیلی این سوال زن من درگیر کرده بود حتی میتونی تو چیزم حساب بکنی دیگه سالیوان میگه من گریپم رو عوض کردم ضربه زدنم رو تعویز کردم پس این پخته ترین حالت سالیوانه گوشه ذهنتون باشه چی گفتم یه بار یادتونه بگه بچه تیم ملی بهش گفتم سالیوان از اول به آخرش رسیده و از آخر داره شروع میکنه دوباره انگار از اول داره شروع میکنه از اول رسیده به آخرش از آخرش دوباره ریپلی شده داره از اول شروع میکنه و اون گفتش که اصلا دقیق تر از این نمیشه گفت بازی سالیوان هم یه کامنت بازی کنی که قهرمان آسیاس چه بگم آقا تو پفتاده دست سالیوان و اجازه نمیده که ویلیامز طعم خوش اختلاف یه دستی رو بچشه و یه جورایی یادت باشه سالیوان حالا چون خیلی بازش و حفظیم گرم میکنه قلق بازی میاد دستش میگیری به چی میگم هفتاد به پایم فکر نمی کنم ادامه بده ادامه میده بله ادامه میده 65 و اختلاف زربه من درآوردی که فریم رو آه رسیب چیز جالب شما بگم یادتون باشه البته که اوکی میکنن خب ولی قانون شما اگر میخوای بدونی زمانی که نوبتت میشه میتونی فریم رو قبول بکنی یعنی oh. oh. مثلا الان شما ویلیامزی ضربت زدی تو پاکت وایستاد اوکی دیگه اونجا نوبت تموم شده رفتی رو صندلی نشستی، دیگه نمیتونی بگی فلان بیسانه. میتونی هم به بازیکن اعلام بکنی با من قبول دارم. معمولا هم اوکی میکنم، جنگ نیستش که. از هم خوشش نمیاد ادامه بده. ولی مثلا یه موقع هست طرف دوست داره گرم بکنه ادامه میده. حالا قانونش اگر میخواید بدونید اینه. وای وای کنون رو ببین کلاس ضربه رو ببین دست مخالف رو ببین زاران هزار نکته هستش که میشه تو بازی سالیوان پیدا کرد و لذت برد با این لباس خرده بی چه سم میگوشیده اولین بار من تو این بیست خورده ای سال سالیوان رو با این لباس میبینم و تو پیش میاد uh, بریم به سراغ, uh, سراغ فریم سوم بازی فقط با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید دیگه داغتر از این نمیتونم ویدیو براتون آپلود بکنم دیگه خفن تر از این دیگه نمیشه خیلی هم کار سختیه کم لایک کامنت سابسکرایب کنید که ما جون بگیریم ادامه بدیم این کار سخت رو جان یه ضربه لانگ شات جوندار خوب فقط حواس هم باشه که یه طرفه قش نکنم تو بازی و حواس به بازی زیبای ویلیامز هم باید باشه من خودم که به شخص خیلی دوستش دارم اه 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 اه. چه سوتی چه سوتی تو دو دستی تقدیم هشپا میکنه واقعا مثل یه هشپا میفته رومیز ویلیامز عجب بازی کنه سمی نای. سلطان ضربات خاص توی اسنوکره بی رو برگرد

نمیچسبه با آدم بای 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 لانگ شات درست درمونی میزنه قرمز رو گرفت فکر کنم داره دلوقتي. ستایل ضربه زدنش بله داره خوبم <kopards> 52. چون این که در رابطه با لایک و کامنت و سابسکرایب هست خیلی مهمه واقعا کمک میکنه به کانال اون برای پیشرفت ۸ تا 75 ت فریم دوم رو هم ویلیامزیه ضربه منبت کاری شده اگه رابره میگیره اینجا را اینجا را اینجا را اینجا رو بابا دست خوش دست خوش چقدر تو خفنی سبک ضربه زدن خود ویلیامز من یکی دو بار تست کردم خیلی کار سخته اینطوری ضربه بزنیم من خواهم توی در صحبت لایک و اینا شما من خواهم توی یوتیوب وقتی ویدیو میبینم حالا چه اصلاً کارش خوب باشه چه کارش بد باشه اولین کاری که میکنم لایکه چند دقیقه ازش میگم که چقدر آدم میتونه خصیص باشه که از یه لایک دریق بکنه مبادا اون کانتنت کریتور یا برنامه ساز خدای نکرده حمایت شده باشه چی بگم. بگم. بگم امیاد شده آدم و شبیه هم نیست امیدوارم که برنامه من خوب و با کیفیت باشه رضایت شما رو جلب بکنه که بتونم از شما لایک کامنت سابسکرایب بگیرم ها راستی در طور سابسکرایب من خودم امروز دیدم یکی از پیجایی که دنبال میکردم کانالایی که دنبال میکردم دیدم پریده بود حتما چک بکنید ببینید که سابسکرایب هستین یا نه اگه نیستین که حتما چکش بکنم اینجا ضربهش رو میزنه و تاچ هم نمیشه هر yeah, کاری yeah. که میخواد بکنه سالیوان نمیتونه فرار بکنه آیا این قرمزه رو داده چه قرمز سی هم از راه فرارش هم گذاشته داوری دیشب هم که اول ویدیو صحبت کردیم خیلی عجیب بود یه yeah. خطای خیلی عجیب و گرفت و از اون طرف یه خطای سوپر خفن هم گرفت و اصلا به این موضوع فکر نکرد که سالیوان پشت توپ میتونه کلی هیت بگیره بهترین کار درسته این کار رو انجام داد و اونم اگر اشتباه نکنم دیشب آخرین قضاوت استنکرش بوده و دیگه رفتش برای oh, تیم برگزار کننده تور جهانی اسنوکر اینجا یه لانگ شات میزنه ویلیامز واه یه مشکی میزنه با چاشنیه التماس ولی میفته دو یک ویلیامز افتاده جلو از سالیوان یه نکته هم توی این مسابقات برام عجیب بود چرا هشت فریم تو سشن اول بازی میکنن و این برام عجیب بود چرا نه یا ده بازی نمیکنن تو سشن اول یا حداقل نه فریم نمیدونم چرا این قانون رو گذاشته بودن ولی علی حال بریم به ادامه بازی <applause> میز هنوز باز نیست ولی مطمئن بازی الان نمیره تو دل فعلا من دو تا توپ اینجا دارم آزاد میبینم یکیش همینی که الان میخواد بزنه دقیقا همین توپ یه دونه همین که الان بغلش بود از نظر من آزاده آه چه تصمیم این آه یه قرمز آزاده اینجا این تا زمانی که اینو آزاده هم کن دست به میز نمیزنه یکی از چیزهایی که بهتون کمک میتونه بکنه توی اسنوکر بازی ها رو ببینید انتخاب توپه که یه بازی کن رو اپ میکنه of, so بکن از این بعد بیشتر تایم بذار تو بازی انتخاب توپ ببین چه لیول اپی میکنه این بازی این رو هم ببین که کجا تو، که توپی می 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 انتخاب میکنن. می صد اپ میکنی. شک نکن. آه oh, oh, yeah. اینجا نماره یه پلانت میگرده نمیزنه. هفتاد تا میزنه میس میکنه. هفتاد و پنج امتیاز روی میزه. نه سالیوان باز هم میس میده. یه قرمز دیگه بزنه ویلیام فرینک باید همین قرمزی که بعد mm. yeah, the... بگیم که سالیوان تا اینجا چشمگیر بازی نکرده یه چند تا خطا هم داشته خطا نمیدونم بگم اسمشو چند تا میس بگم بهتره چند تا میس داشته که میسا براش گیرون تموم شده و 13 kind of <laughs> <more. laughs> <laughs> yes it's sort of the modern world people think they are he just is who he is he's mark williams from south wales son of a miner we are against another legend 33 years into their he's playing someone not intimidated by him he's going for it today and so far it's working واقعا یکی از مهره های سنگین استونکر هستش ویلیامز ببین یه چیز بگم موقعی که ویلیامز و سالیوانو هیگینز از این مسابقات برن مثل داستان چیز دیگه مثل داستان مارادونا پله این های که تو فوتبال بودن و همه تو اون تایم میگفتن آقا رو دست اینا دیگه نمیاد دیگه فلان نمیشه دیگه بیسان نمیشه تا بازم صبح داشتم به این موضوع فکر میکردم که کی قراره بیاد جای سالیوانو بگیره باید منتظرش باشید که یه نفر بیاد همیشه یکی بهتر هست کار کرد ویلیامز کار کرد ویلیامز امیدوارم که سشن دومش هم همینطوری خوب و خفن باشه ادیت و اینکه ببینیم دنیا که فریم پنجم رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم سه یک ویلیامز جلو هستش سالیوان باید دست به جنبور نظر فاصله زیاد بشه خب چقدر فکر کردم من حتی در مورد یه سری چیز دیگه هم فکر کردم بهتون میگم در رابطه با سالیوانه که چرا این همه دیشب مخالف بود که خطا داده سالیوان دو تا دلیل بیشتر نداره یکی و که خیلی دوست داشته باشی خطاشو نمیبینی و یک کسی که تبدیل به بوت بشه بازم رو نمیتونی قبول بکنی یا ببینی این خیلی بده خیلی بده کسی برات تو زندگی این اتفاق برات بیفته که علاقه واسه کراکور شدن بشه ولی ما اینجا نشستیم نقد و بررسی بکنیم 49 تا سالیوان توی این فریم زده خودش میدونه داره با کی بازی میکنه و 56 تا دبل جان جان چه دبل به موقع میافته یه جورایی باید بگم فریم بال سالیوان بود این دبلی که زد درست درمون بیاد پشت آبی تو پا هم بازه

وان ویزیت میکنه ویلیامز ذهن <تضح> مرتبون از زمین ها پنج <تضح> صد و دو امتیاز کنان خوبی صورت نمیگه دوباره دبل نه دیگه این دیگه شهیم مهیم بود این دیگه زن بریم به سراغ فریم شیشه بازی سه دو بازی فوق قشنگ و جذابه الان این ویدیو رو میگیرم ضبط میکنم ادیت میکنم آماده میشم برای سشن دوم و, و سریع سعی کنم براتون آپلود کنم داغ داغ فینال رو ببینید امیدوارم شما هم با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت بکنید خسته گم pre interval was only 40 like Winning in frames in one visit that's what that's what inspires you five کنون میکنه و ببینیم چی گرفته میبینی؟ الان توپ هم نزدیک بود در یه راستا بود چرا خطا نیست؟ جنس ضربه جنس صدا جنس حرکت توپ ما خودمون رو کشتیم آقا این ضربه خطاه یه مشکلی که هست تو این ورزش هیچ کسی خدا رو بنده نیست از اون کسی که تا حالا اولین بار چوب دستش گرفته تا اون بالا بود هیچ کسی خدا رو بنده نیست من برای همین اینقدر این ریلکس هم یا میگم و نوشتین اوکیه من مخلص شما هستم 23 سال ما این داستان رو داریم prime position. شرطی که اول ویدیو گذاشتم هر کس اوکی بود مخلص تام هست. جیگر میخواد. ما من بهش میگیم جیگر. ۵۳ تا سالیوان میزنه 59 تا 65 تا سالیوان میاد اشتباهاتی که توی فریم قبل داشته رو توی این دو فریم جبران میکنه و اینجا باید بگیم که این اینر۷۲ تا بریم دوباره ب بگیم مارک ویلیامز رو وان ویزیت کرد شوخی نیست مارک ویلیامز تو فینال دو بار سر هم وان ویزیت بکنید نشون میده تو چقدر بازیکن خفن و بزرگی هستی

114. 120. جانم جانم 127 بریم به سراغ اه... فریم چندم و فریم هفتون اه و یه لانگشات سلامت یه لانگشات سلامت سالان رو ببین کیپ تا کیپ نشستن هنرنمایی این دو تا کنه خفن اسنوکیه رو ببینم چه بازی چه سطح لیولی کنترل رو تو فقط ببین الان میگه خب نیمایه قرمز زد اومد پشت آبی که چیزی نشد که نه عزیزم تو اون زاویهی که میگیره مهمه اون زاویه دقیقی که میزنه میگیره اون اصل قصه است و گندی که اینجا میزنه <تصحیح> تعریف کردیم خراب کرد دنبال چیه؟ دنبال پلنته؟ نه نه خودش میدونه اینجا جای این کارا نیست البته خیلی حرفا خیلی چیزا رو من نمیتونم بگم هم به خاطر اینکه بچه نشسته هم به خاطر قوانین یوتیوب دیگه خودت بگیر دیگه من دیگه میدونم همتونم ماشاءالله تیز هوشین میگیرین تا من میگم رو هوا مطلبو میگیرین 19 امتیاز سالیوان تو این فریم گرفت وای چقدر تو این لانگ شات رو خوب می‌زنی پسر وای بر تو یه جورایی ویلیامز میز و سالیوان باز کردش آیا سالیوان پس این میز برمیاد حالا سخت‌ترین میزها رو میزنه حالا چی میشه

توی بیلیارد اگه اشتباه نکنم میزنه فیلم فیلم هم نیست ها این حلقی... حلقی کاری نیستش سنوکر رو نمیدونم چون بر همه جی داره ربات میاد ربات بیاد که خب همه جی با لیزر و بند و و همه اینا میخواد بزنید خیلی نامرده هشنگی این بازی به طبیعتش 63 تا مال خیلی نچرال بودنشه 670 تا و بعد بگیم سالیوان یه کامبک خوشگل زد کامبکی که نیاز داشت دو فریم افتاد عقب حالا یه فریم هم میافته جلو نه صورتش بفهم ری اکشن ها مهمه بابا چقدر تو اینا رو خوب میزن چقدر این دبل ها رو بهش چیش میگن؟ اشراف داری؟ آره بریم به سراغ فریم هشت بازی چهار سه ویلیام زن یه کچلو کرکوپرش ریخته از این همه زیبایی از این همه قدرت این تایتل رو داشتیم تایتل روش فکر میشه <میتنس> بریم اینجا ویلیامز میس میده و توپ مشکی تو پاکت وای میسه ببین این وای سادن توی دهن پاکت یه آلار میو میده که مطمئن باش سالیوان هم اینو میدونه تنظیمات کارخونه و هم خورده ذهنی ویلیامز بازیگانه نیست اون توپ میس بده اینجا سالیوان یه حمله میکنه به پک Yeah, do a good chance. He'd finish straight in the black. He hasn't done. He's done well to keep some sort of angle. Go Twenty-five. میتونه همینجا کار ویلیام رو تموم بکنه یا که نه 9 تا، ۵۰ تا. بچه yeah, was... شما فاصله شما متوجه نمیشید. ولی بدونید که ما بالا فاصله میریم تو سشن دوم. بله ضربه فریم بال هم میزنه در واقع توپ فریم بال رو هم میزنه سالون یک پارچه تشویقش میکنن واقعا تشویق داره بریم با هم دیگه سشن اول فینال چمپیونزشیپ سال 2024 رقابت سالیوان و ویلیامز رو با هم نگاه میکنیم که تو سشن اول سالیوان تونست یه کمبک وحشتناک یه کمبک چهار فریمی بی به ویلیامز بزنه ببینیم این بریک تا کجا ادامه پیدا میکنه کاش بریکش هم بنویسه اه کلش بریک بوده بازم وان ویزیت بازم وان ویزیت و بریک سنچری توپ مشکیو میزنه باریک چلا, باری چلا. دست خوش در آسانه 50 سالگی یه همچین صد لولی ما نداریم 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 بر سراغ تو به قهوه رو میزنه شلیک میکنه تو آبی رو میزنه می, می بر سراغ تو صورتی صورتی۱۵. صورتی و هیچ تمام بله بریم به سشن دوم دو دوم دو رو ادیتور جدیدمون ادیت کرده و اینکه ببینیم چیکار کرده و انشالله که خوب باشه که هست چون ما هر کسی رو وارد تیممون نمی‌کنیم خیلی پیام داشتیم و انگوش شما هستن که وارد تیم ادیتمون میشن و بعد هم که تبلیه به دوست و رفیق اون میشن <applause> و بر به سراغ بازی در سشن دوم <applause> توی سشن اول هم طوری که با هم دیگه نگاه کردیم ساریوان تونست یه کامبک خیلی خوشگل خیلی جمع و جور بزنه و بازی رو تو سشن اول پنج سه تموم بکنه نکات جالب هم بگم که فردا مسابقات اه اینطوری بگم بهتره پشت جدولی ور چمپیونز سال 2024 شروع میشه و جالب اینجاست که بدونید که امیر سرخوش اگر اشتباه نکنم دو یا سه بازی فکر میکنم دو بازیه اگر دو بازی خودش رو ببره که انشالله بتونیم فیلمش هم به دستمون برسه روش هم نقد و بررسی داشته باشیم در انتها میخوره به حسین وفایی و اونجا باید فکر میکنم یکیشون میتونه جواز و حضور در جدول اصلی رو پیدا بکنه و اینکه کم کم مسابقه شروع میشه فردا و براتون هم بازی حسین هم بازی همین سرخوش ان شاءالله براتون میذاریم با هم دیگه کیف کنیم و که چه اتفاقی رقم میخوره انصافا تو کل یوتیوب رو بگردید ادیت هایی که با بچه ها هماهنگ میشیم ادیت میکنیم و اون توضیحات اون چیزهایی که من میدم رو ویدیو انجام میدم بچه ها نداریم به جرات به شما میگم لینگ هایلایت های سنکرمون رو نداریم بریم بریم سراغ ویلیامز و ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره انان بازی تو سشن اول از دست مارک ویلیامز در رفتش یه oh. مثال <مان> قدیمی هم هست الان گفتم انعان یادون افتادم شاید یه جا به درتون بخورد زندگی تو زندگیتون میگه انان مال خود را دست دیگر رو مسپار که پس گرفتنش کمتر از گدایی نیست یا خدا یه آبی خوب هم میزنه من که دیگه میدونه دیگه یعنی اگه به کسی یه چیزی قرض بدی بخوای اونو پس بگیری کارت به گدایی کرد یعنی مال خودت کارت به گدایی کردن میفته اینم گوشه ذهنتون با. باشه شاید یه جایی به دردتون خورد بریم بریم سراغ این دو پیرمرد دوست داشتنی <تصفح> هنوز اتفاق خاصی توی این فریم نیفتاده ما خودمون که ادیت میکنیم تمام سیفا اتفاقات وسط بازی چه میدونم داستان پیش بیاد همه رو میذاریم ولی خب دیگه بعضی اوقات از روی به خاطر سرعت عمل از یوتیوب های دیگه ور میداریم ادیت میکنیم اون دیگه داستانش فرق میکنه هنوز دوتا بازی کن دارن تست میکنن دارن و ضربه خوب دو منظوره خوشگل و خوشدست از سالیوان فقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه خیلی به پیشرفت کانال کمک میکنه بیستا ویلیامز گرفته بود ولی اینجا بیستا رو سالیوان میگیره بیستا که حالا تو اصلا قابل صحبت کردن نیست جالب هم هست بدون تو آمارا داشتم نگاه میکردم ویلیامز تا بخواد برسه به فینال با رنک یک، دو، سه رقابت کرده. سه. میشه. هفته تامفورد که چیز نیست. تامفورد رنک سه نیست. تامفورد رقابت کرده. مارک آ... کالن مارک که رنک سه. ترامپ رنک دو. اینجا هم رنک یک دنیا. بعد بریم ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. یعنی آسون نیومده فینال ویلیامز. چه بازی که وای 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 سه چقدر سه داریم توی اسکور آه رازی هم. از ایدیت رازی هم. اینجا دوباره ویلیامز میزنه با هم دیگه برابرم ولی اینجا یه قرمز خوب میزنه یه میز کلاسیک میاد دستش و تمام. و, تمام. و, تمام. و تمام، یه فا... به یه فریم فاصله رو کم میکنه اسم تمام بازیکنایی که این جام رو بردن چه جالب که روی جام هک شده چه جالب باحال بود ولی خب هنوز اسم قهرمانی این دوره روش هک نشده سالیوان هر جوی گوشش رو میخواد بگیره بیاد بالا میخوره ولی کیوبال اونقدری که باید بیاد نمیاد اینجا ضربهش رو میزنه ویلیامز Nine. واو ضربه یه جورایی باید ریسکی میزنه آه بعضی اوقات بچه هایی به شما بگم مثلا الان ویدیو رو دیدیم، این ویدیو رو داریم میبینیم من هی گفتم آقا همون شب پخش میشه بازی ها طولانی میشه یعنی مثلا این بازی ساعت نه و نیم شروع شده من نمیدونم چه ساعتی تموم شده تو فرض بگیر اصلا یازه دوزه تا ادیت بشه تا بیاد بیرون تا آپلود بشه میشه یک و دو این شب خواب مجبور میشیم که فردا شبش پخش بکنیم ولی همون ساعت ده یه دونه ویدیو میذاریم حالا از این حرفا که بگذریم تو پفتاده دست ویلیام سی و هفت امتیاز تا اینجای قسم تونسته امتیاز کسب کنه Well, oh, look this for look this for oh. داره در ویلیام. چیکار کار این چه ضربه ایگه دیگه؟ چه سم میه ما داریم نگاه میکنیم هر جوری شده فریم رو میگیره هر جوری شده و بازی رو به تصاوی پنج پنج میکشونه ویلیامز رفتش رو قوی تر برگه 66 امتیاز بریک میزنه Four هفتاد و هشتا هشتاد و یک هشتاد چیکار داره میکنه ویلیامز نوت تا چیکار کرد دوپین کرد ویلیامز سه نوت هشت دیگه چی؟ اولین سنتریش هم میزنه <applause> نمی... آه تماشا چی ها دیدیم بلند شده اوکی 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 بریم به سراغ فریم یازده بازی ویلیام تو سشن دوم خوب ظاهر شده دو فریم حس قند گرفت از سالیوان بدون هیچ حرف و حدیثی خوشحال کننده است که بازیکنان ایرانی تعدادشون بیشتر بشه تو مسابقات جهانی خیلی جذاب میشه ای خالی رفت خیلی جذاب میشه ولی خب خیلی سخته علکی نیستش یه بازیکن دیگه هم احتمالا داریم که بره تو تور حرفه یا دو تا داریم دو تا داریم که شرایط رفتن به مسابقات جهانی رو دارن ولی خب ما نشستیم اینجا میگیم لنگش کن به این سادگی ها نیست جدا از بازی خفن و خوب و این داستان ها مهاجرت در راه ها. مهاجرت هم شوخی بردار نیست ضربه خوب دو باند anyway, ده امتیاز اتفاق خاصی نیفته تو بازی کم وزنه این دوتا بازی کن رومی سنگینه یه قرمز عالی زاویه خوبی نمیگیره دقیقا با آبی فول وال شد ولی خب اینجا هم سالیوان ضربه خوبی نمیزنه به حالا هم... این ضربه قبلی سالیوان رو دیدی؟ حتما نباید توپت به چرخه حتما نباید یه اتفاق عجیب و غریبی بیفته همون قدم میتونه ضربه سیف به حساب بیاد چهار آخ 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 بگم چه ضربه عالی زن میبینی اسنوکر صحبت میلیمتره یه میلیمتر این ور خورده بود میخورد پشت قرمز بهترین سیفی که میتونست انجام بده بود ولی نه اومد تو پفتا دست ویلیامز دکی اینجا رو باش چه قرمزی نمیزنه چه قرمزی نمیزنه چرا راست من وزاده بازی سر سری نکته همینطوری میگن اصلا شاید بیلیاردی هم نباشه مثل اون مثالی که زدم انان و فلان و بیسان اینا من میگم شاید یه درصد یه جایی یه حرفی که دارم میزنم به درد یکیتون از این ده هزار نفری که بازی ها رو نگاه میکنه ده هزار نفر به بالا حال خدا خیلی بهتر دارم ویدیو رو نگاه میکنم ده هزار نفر به بالا نگاه میکنن ولی یکی هم بخوره انرژیش برمیگرده تو زندگی من هر اتفاق خاصی بیفته Wow! Control Q, wall, baby. control Control cue ball! I'm disappointed. normal not say It's a normal. Mira wasa so much, much of it as well is about attitude and Nishana really Hi. spoken really well I think in interviews. تو پفتای دست سالیوان 29 امتیاز فکر سی و 36 درسته قرمزه فقط نمی من فکر میکنم کنم قرمز نداره اصلا با قهوه یا چه ضربه بدی قهوه یا زرد کاملا بس اینجا رو اه. اینجا سمیه. رسمان این چه ضربه سمیه رسما کاشت چقدر دقیق و درست میزنه که کیوبال کنون کنه وایس پشت مشکی به به یه میس خیلی عجیب غریب از سالیوان و یه ضربه کنون درست درمون از ویلیامز توی سشن دوم به همون اندازه که سالیوان داره بد بازی میکنه و ویلیام داره خوب بازی میکنه فضلاند. الی الی <كانت> <laughs> الی اینجا صورتی <party and> <down> رو هده تاس خیلی ویلیامز خوب میزنه تو این سشن دوم یا تست دوپینگی فکر کنم باید گرفته بشه yeah. the... هیچ تا ببینید سالیوان میتونه ازش اسکور رو پس بگیره خیلی کار سختیه فکر کنم ویلیامز هم زخواهی بگیری حالا ایسا بگم این طرز فکرم که هم گفتم اشتباه ها فکر کنم فلانی بتونی بگیری تلاشتو تو بکن تو بازی درگیر اسم نشین تو بازی درگیر اسم نشید وای 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 هم ویلیامز نه تنها مساوی کرد یه فریم هم افتاد جلو حتما بعد تست دوپینگ گرفته بشه از این پیرو خیلی خالی میره خب <تصفح> <تصفح> از اول همین کار رو بکنید چه کاری اینکه از اون هم بهتر بود که همیشه تو اسنوکیرا دنبال ضربه ساده باشید و برشی خوب از سالیوان چرو چه لانگ شاتی ای کوبونه تو کورنر پاکت آبی رو میزنه میره تو دل قرمز آیا داره نه همیشه میگم تو این ضربات باید دقت بکنی oh, که این همه زحمت میکشی پشت سرش یه چیزی یه حاصلی برات داشته باشه The 60. سبز و میزنه میاد پشت قرمز قرمز به صورت تمرینی چیده شده 28. ببینید از پسش برمیاد ویلیام سی و چار امتیاز تا اینجا قصه کسب کرده با یه روحیه خوبی هم برگشته چی کار کرده خدا میدونه البته که بهت بگم من همیشه تو اگه برنامه زیاد نگاه بکنی گفتم میده فوتبال میمونه استراحت اسم که میتونه ورق ها عوض بکنه و بازیکن بره یه ریکاوری بکنه با یه روحیه خوب با یک همون ریکاوری کلمه درستیه ریکاوری کنه برگرد و الان میبینیم که ویلیامز خیلی خوب داره بازی میکنه و میبینیم که تمام 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 با همین قرمزی که زد فریم دوازده رو از سالیوان گرفت حالا حالا ویلیامز دو فریم افتاد جلو چه دارکی داره میشه این فینال آقا ولمون کن مگه میشه همچین چیزی هم یاد 99 تا زد یا <تصفح> خود خدا ببین از این چهار تا فرمی که پای سرم گرفت یکیشو که سنچری زد سه تاشم بالای 90 زد فکر کنم 80-90 تا زد اگه بخوام بگم 70 درصد قصه رو ویلیامز رفت و ضرباتی که بریک هایی که روی بازی سالیوان تاثیر گذاشت و سالیوان 50 درصد قصه رو رفته جلو ما اسنوکر بازیم پس اگه میشه یکی انقدر خالی بره و واو اینو میخواست بزنه چی میخواستم بهتون بگم بچه مشکلی که من دارم میکروفونو میارم پایین تو صورتم نباشه بعد ناخداگاه آگاه گردنمو خم میکنم و این به مورد زمان باعثی گردن درد میشه چهارتا تا فعلا خطایی که گرفته بود فقط به نفر سالیوان ازش اینجا توک میفته دست سالیوان ببینیم سشن دوم موتور سالیوان روشن میشه یا که نه فعلا که خاموش خاموش ضربه بعد ببین اه. قرمز از کجا آورد نداشتش که داو، ببین یه چیزت بگم بچه ببخش من این رو فقط ببینم قیرمزو قرمزی که ویلیام زده من عقب نمیزم ولی چه کار کرد اوه چقدر خوب چه صورتی هم گره خیلی خوب بود من معمولا عقب نمیزم ولی انقدر محکم و سریزم مثلا نفهمیدم چی شد 27 سالیبان زد کل این بازی اصلا ز... بحثم با همه اینه من باورتون نمیشه مثلا با بچههایی که خیلی با تجربه هم بازی کنه. ملی پوش ایکس ایگرک من تا میشینیم با هم دیگه کوچولو گپ بزنیم بحث بکنیم اولین سوال هم ازش اینه میتشن بلدی؟ می میکنی؟ کل <applause> <اه، تصفيق> داستان همینه بیس هف بلدی ریکاوری کنی ذهن تو یا که نه بعد الان سوال هم شاید براتون پیش شد بگه خب یعنی سالیوان بلد نیست بازی از دست آدم خارج میشه اینا انسانن ربات که نیستن که <applause> یه جایی میشه کنترل کرد تا یه جایی میشه برگردون تا اینا خیلی آدم های خفنی هن. بعد منتظر باشیم ببینیم که آیا نشستن رون صندلی ریکاوری سالیوان و کامل یعنی باعث کامبکش میشه به بازی یا که نه پنجه و هفت بیست و هفت سی امتیاز جلوه خیلی خوب داره میزنه این لحنتی <applause> البته که حالا معروف نوش جونش داره خوب بازی میکنه بازی کنه می نیستش که یکی از اعتبار های اسنوکره اینجا یه رفت واسه خرگوش در آوردن واسه سالیوان اینجا رو ببین با یه ضربه چک سایت میا او, او 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 سالیوان رو ببین اون وسط چه اخ میکرده 94 تا دو دوباره 99 تا و باز هم سنتری سنتری 105. چه حیولایی در اومد تو سشن دوم برکو پر همه ریخته بریم بریم به سراغ فریم چارده وریم مگه همچین چیزی یک بازی بی نقص با یه بازی پرشتباه از سالیوان یه بازی بی نقص از ویلیامز عجیبا غریبا ولی خب شناختی که ما سالیوان داریم منتظر میمونیم ببینیم که جواب این همه بریک خفن و عالی از ویلیامز چی هستش یه جورایی هم باید به شما بگم که اصطلاح قدیمی میگن میگم اودالش باز شده اودالش باز شده اینطوری بگم بهتره که ذهن رها میشه این دیگه داره عشق بازی میکنه اینطوری رو عدد بگم بهتره به این مرحله تو بازی میرسن ذهن دیگه آزاد آزاد رهای رها نچرال نچرال من داره خوش کیف میکنه ویلیامز ولی خب اینا یادتون باشه ثبات یه ثبات ضربه داشتن خیلی بهتر از اینکه شما بازیتون مودی باشه ها این هم به شما بگم به امید اینکه عدالتون باز بشه نمیتونید این ورزش رو ادامه بدید بریم تا اینجا چهل و تا تونسته امتیاز کسب کنه از لانگشاتی که خیلی خوب زد و سوتی سوتی که نه بگیم توپی که سالیوان بهش داد با ضربه ریسکی که زدش شست تا هنوز فریم نشده هنوز فریم نشده و قابل توجه دوستان هشتاد درصد قصه رو رفت جلو راو یه کنون میکنه یه بارگیری میکنه یه قرمز میزنه یه کنون و هیچ توپی نمیگیره دو تا قرمز اینجا رو اوه فکر میخواد به مثلا زرد کنام میکرد میافتاد برگام فهمینه چی شد نو پنج نوت درصد راه و رفت داریم مگم سالیوان چرا گفت کرد رو عدد پنج خیلی عجیب شد حالا بعد اینجا اعلام بکنیم که ویلیامز با این بازی بی‌نظیری که ازش دیدیم یه فریم دیگه از سالیوان بگیره قهرمان چمپیونشیپ 2024 میشه حالا سینا فر مسابقه که فردا برگزار میشه دیگه همتون قاعدتا اینو میدونین نیاز به گفتن من نیست بزرگترین مسابقه اسنوکر دیگه ورد چمپیونشیپ 2024 که دو تا بازیکن ایرانی هم حضور دارن ان شاء الله قسمت باشه جو فازی هاشون رو براتون اوکی میکنیم که ببینید و لذت ببرید می‌خوایم که بازی خوب ازشون ببینیم من نمیگم آرزو پیروزی نمیکنم چون وقتی برای یکی آرزو پیروزی میکنی یعنی اون یکی به برای یکی آرزو بد داری میکنی من میگم که امیدوارم خوب بازی بکنم بتونم بازی خوش رو به نمایش بزنم دیگه برد و باخت دیگه بحثش جداست The تو دوباره افتاده دست ویلیامز آیا همینجا کار سالیوان رو تموم میکنه یا که نه سالیوان منتظر همچنان موتورش در سشن دوم روشن بشه بعد منتظر باشیم و ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره Twenty three. Just caught that red slightly too thick. Twenty nine. Explain magnificent. That bubble of concentration. Now, here's the shot. Mm. Thirty five. So your pains show me that the chimney is corner. میشه عجیب و غریب جنس راه رفتن سالیوانو دوست ندارم چرا فوقع که راه میره اون تراوت بازی رو من توش نمیبینم ولی امیدوارم که من اشتباه بکنم بابا جانم تو توپ قرمز افتاد خطاش ۳ سالیوان تمام زورش رو داره میزنه بردن این ویلیامز هم با این سطح لول هم حوصله میخواد هم یه زور مضاعف لب مرزه چهل تا هیچ توپی هم گیرش نمیاد با این لانگ شد خوبی که زد دوباره شانسش امتحان میکنه برای یه لونه لانگ شات نایی سالیوانو رو ببینید در دیواری میزنه ذهن 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 ویلیامز هم دیگه شل کرده میزنه این بالاخره این تلسپ توی سشن دوم میشکن سالیوان فریم بگیره اتفاق عجیب و غریبی داره میفته تو این بازی اصلا تو پا کاشت الان دوباره یه سری میان کامنت میذارن صورتی میان کامنت میذارن ما بله نبست. بعضی از کامنتو بد سمه پشت پرده من دیه حرفنم پرمز نمیزنه میزنه وو چی چی کار کرد چی کار کرد ببین اگر آره به زرد میزنه یا نه میزنه و تمام تمام ویلیامز که قهرمانه چمپیونشیپ 2024 میشه بله آقا انصافا حق ویلیامز بودش به خاطر اینکه همون اول ویدیو هم گفتم با سه تا رنک یک دو سه دنیا مسابقه داد و یک برد که سالیوان باشه چی کار با بکنه چقدر خفن بازی کرد چقدر خوب بازی کرد واقعا باید گفت نوش جونش با این بازی خفنی که ارائه داد امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید بازی عجیبی بود از سالیوان تا یه شب دیگه یه ویدیو دیگه فعلا خیلی چکرین چک عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش